بسم الله الرحمن الرحیم. ریاضی صنف هفت، فصل دوم، درس یازدهم، کوچکترین مضرب مشترک و یا لیست common multiple که LCM هم گفته می کنیم. اگر ما یک عدد مد نظر بگیریم، فرض مثال عدد 4، و عدد 4 ضرب بزنیم با هر یک از اعداد 1, 2, 3, 4, 6 و به شکلی ادامه بدیم، از نتیجه ضرب اعداد بر ما حاصل میشه 4 ضرب در 1 4، 4 2 8، 4 3 12، 4 4 16، 6 4 24. خب این اعدادی که بر ما از اساس ضرب 4 با هر یک از اعداد 1 2 3 4 6 به دست آمده، ما این اعداد گفتن میتونیم که هر کدام از اینا مضرب اعداد 4، هر کدام رو گفتم میتونیم، مثلا 4 گفتم میتونیم که، یا 8 گفتم میتونیم که، هر کدامش مضرب اعداد 4. و اینا رو اگه ما داخل یک ست اگه بگیریم، در مجموع گفتم میتونیم ست مضرب های اعداد 4. البته این مضرب های عدد 4 هر یک از اینا بالای عددی که از ضرب 4 به او حاصل شدن پورا قابل تقسیم هستن. 4 تقسیم 1 4، 8 تقسیم 2 4، 12 تقسیم 3 پورا قابل تقسیم، 16 بالای 4 پورا قابل تقسیم، 24 بالای 6 پورا قابل تقسیم هستن. اینا هر کدوم چه میگن مضرب. خب حال مضرب مشترک چی هستن؟ فرض کنیم ما دو عدد داریم که دو عدد ما هستن 3 و 4 باشن، و این 3 و 4 ما هر یک از اینا رو ضرب بزنیم با عدد مثل 1, 2, 3, 4, 5 شش، و میشه که ادامه داشته باشه. اگه ضرب بزنیم میشه 3, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 6, 3, 8. و می ترتیب 4 ما 4, 1, 4, 4, 2, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 6, 4, 24. ده ای اعداده که در مضرب های 3 و مضرب های 4 ببینیم کدام عدد مشترک وجود دارد. 3 مشترک نیست، 6 نیست، 9 نیست، 12 در 3 هم است و در مضرب 4 هم است، 15 نیست، 18 نیست، در 4 و 4 8 مشترک نیست، 12 مشترک است، 16 20 24 دیگه مشترک نیست. پس ما گفتم میتونیم که عدد 12 مضرب مشترک اعداد 3 و 4 است. خب حالا ما بخواهیم که کوچکترین مضرب را فهمیدیم، در قسم که اول تشکیل شد با مضرب مشترک هم فهمیدیم. حالا کوچکترین مضرب مشترک چی هستن؟ برای از یک مثال دیگه کار میکنیم. فرض کنیم ما اعداد داریم 6
هشت، دوازده. صد مضرب ها اینا رو ما میخوایم پیدا کنیم. صد مضرب شش، صد مضرب هشت، صد مضرب دوازده. و هر یک از این ستها را نام میمونیم A, B, C. خب به صد A ما مضرب های A اگر باشد شروع میشد از 6 12 18 24 30 36 42 48 و می ترتیب از بی ما باشد 8 16 24 32 40 48 56 و ادامه و از سی ما باشد 12 24 36 48 60 72 و ادامه داشته باشد. برای پیدا کردن کوچکترین مضرب مشترک ما چی میکنیم؟ اول مضرب های مشترک را پیدا میکنیم. کدام از اینها، کدام اعداد در ست مضرب های 6 و 8 و 2 12 مشترک هستند؟ 6 نیست، 12 در ست A است، در ست B نیست، در ست C است. خب در ستش مشترک نیست. 18 صرف در ست A است. 24 در صد A است، در صد B هم است، در صد C هم است، مشترک است. C در صد A است، در صد B و C نیست. 36 در صد A است، در B نیست، در C است، صرف در دوش مشترک است، نمیشن. 42 42 صرف در A است. 48 هم در صد A است، هم در صد B است، هم در صد C است و دیگه اعداد که هست اینا مشترک نیستن. پس ما ست اعداد که در ست های A و B C مشترک است باید میتونیم به شکل تقاطع ست ها نوشته کنیم که A B C مساوی میشه به ست 24 و 48 و اینا میتونه ادامه داشته باشد چرا که ست های بوده اینجا ست ها ست های ادامه دارد و میتونه که اینا هم ادامه داشته باشن. خب ما ست مضرب های مشترک ABC رو پیدا کردیم. حالا کوچکترین مضرب مشترک چی است؟ کوچکترین مضرب مشترک، کوچکترین عدد در ست تقاطع ست های ABC و یا کوچکترین عدد در ست مضرب های مشترک ست های 6 و 8 و 12 که از عدد 24 ما گفته میتونیم که عدد 24 کوچکترین مضرب مشترک و یا LCM 6 8 و 12 است. یعنی 24 کوچکترین عددی است که از حاصل ضرب
شش هشت دوازده به عدد دیگه برسیم.